سلام و درود، وقت همتان بخیر. امیدوارم حالتان عالی، پرفکت و فوق‌العاده و شاد و سرحال و پر انرژی باشین. خوش آمد میگم یک بار دیگر شما را به برنامه هر روز نیم ساعت مطالعه با ما که به صورت زنده از طریق اینستاگرام و بعدش ویدیوهای این برنامه از طریق یوتیوب پخش میشه. عزیزا، ما کتاب های ناب و فوق‌العاده را اینجا به زبان فارسی با هم مطالعه میکنیم که عزیزای ما میتونن از کشورهای مختلف مستفید شون. کتابی که فعلا مطالعه میکنیم در بخش بازاریابی شبکه‌ای است. اسم کتاب از رموز موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای. 5 قسمت زیر مطالعه کردیم و ویدیوهایش در همین صفحه اینستاگرام و همچنان کانال یوتیوب نام لایف وایز هست. این داشته باشین، بگیرین از اونجا. امشب قسمت ششم این کتاب مطالعه میکنیم در برنامه که میشه فصل نهمش از این کتاب از آقای کویک، اچ اچ کویک نویسندهش است. عنوان این بخش هست استراتژی های ساخت مجموعه و اعجاز آنها، که کلن میاد در مورد ساختن مجموعه صحبت میکنن، چی استراتژی های کمک میکنه که مجموعه و سازمان خوب بسازیم. نیم ساعت هستیم با ما، نیم ساعت خواهید بود. بریم که کتاب فوق‌العاده رو با هم مطالعه بکنیم. مطالعه این فصل برای کسانی که مشتاقن برخی از استراتژی ها و راهکارهای مجمع سازی را بدانن و از آنها برای رسیدن به موفقیت های بیشتر استفاده کنن ضروری است. راهکارهای زیادی برای ساختن مجمع وجود داره که میتوان آنها را در نتورک مارکتینگ به کار گرفت. من برخی از این استراتژی ها را که به گمان خودم استراتژی های اساسی، آسان و مؤثرن برای شما توضیح خواهم داد. بالاخره شما نیز به اصولی نیاز دارید که کاربردی و نتیجه بخش باشن. امیدوارم که این راهکارها را بیازمایید و آنهایی را که به دردتان میخوره به کار ببندید و به کار بگیرید. رویاها و اهداف اولین بخشی که میخواییم صحبت بکنیم. در زندگیتان به دنبال چه چیزی هستین؟ سوال ساده است، اما بیشتر مردم در مواجهه با این سوال سکوت میکنن. جای تأسف است که اکثر مردم بدون این که بدانن اهداف و آرزوهایشان چیست، زندگی را به پایان میرسانن. همان گونه که کنفوسیوس گفته است، اگر هیچ هدفی برای نشانه‌گیری نداشته باشید، قطعا تیرتان به یک چیزی برخورد خواهد کرد. البته معمولا چیزی که تیری شما با آن میخورد به درد نخور و فاقد ارزش است. اولین رکن موفقیت این است که رویاهای بزرگی داشته باشید. آدمی بدون نیش پژمرده میشود. رویاها هیجان لازم برای ادامه مشتاقانه زندگی، مشتاقانه زندگی را به ما میدهد. رویاها ما را از روز و حال معمولی که داریم به عرش اعلی میرسانند. برای خودتان رویاهای بزرگ دست و پا بکنین، به کودکی بازگردین. به هر حال بابت داشتن رویاهای بزرگ از شما مالیات نمیخواهند. رویاها از آن شمایند و هیچ کس نمیتواند آنها را از شما بستاند. تصویر از خانه رویایی یا ماشین دلخواهتان داشته باشید و آن را بر روی آینه اتاق خوابتان نصب کنید. هر روز با آن نگاه کنید و نسبت به آن جدی باشید. اگر در راستای به دست آوردن رویایتان جدی و متعهد باشید، راه ها و منابع دسترسی به آنها را پیدا خواهید کرد. فقط کمی زمان میبرد. داشتن رویاهای بزرگ شما را به سمت تلاش برای به دست آوردن آنها میکشاند. پس شما باید هدفتان را تعیین کنید تا به آن برسید. نتورک مارکتینگ پلکان رسیدن شما به اهداف و آرزوهایتان است. شما باید اهداف کوتاه مدت، اهداف میان مدت و اهداف بلند مدت خود را تعیین کنید. اهداف کوتاه مدت همانهایی هستند که میخواهید طی چند روز یا چند هفته یا چند ماه آینده به آنها برسید. اهداف میان مدت را تا یک سال آینده در نظر میگیریم و اهداف بلند مدت نیز همانهایی هستند که میخواهیم پس از یک سال به آنها برسیم. در ترسیم اهدافتان باید به موارد زیر توجه داشته باشید. 1. باید آرزوی مشخصی داشته باشید. ثروتمند شدن هدف مشخصی نیست. شما باید دقیقاً بدانید چقدر پول می‌خواهید به دست بیاورید. موفقیت در نتورک مارکتینگ نیز هدف چندان مشخصی نیست. باید دقیقاً درجه موفقیتی که آرزوی رسیدن به آن را دارید مشخص سازید. 2.
باید تاریخ مشخصی رسیدن به اهدافتان را تعیین کنید. 5 سال بعد تاریخ دقیق نیست، اما 31 دسامبر 2025 2005 هر سال را که میگین تاریخ مشخص است. 3. شما باید از خود گذشتگی داشته باشید و از یک سری چیزها بگذرید. هیچ چیز را برایگان نمیدهند. حتما باید برای رسیدن به هدفتان قیدی برخی چیزها را بزنید. ممکن است لازم باشد از وقتی که صرف تماشای تلویزیون یا تفریحات دیگر میکنید بکاهید. 4. باید طرح و نقشه داشته باشید. ابتدا با یک طرح ساده شروع کنید و بر اساس پیشرفت‌های کاریتان آن را مورد بازنگری و اصلاح قرار دهید. 5. باید لیست مکتوب داشته باشید. تمام نکات را بر روی یک برگ کاغذ بنویسید. 6. باید هر روز آن را بخوانید. این برگ کاغذ را هر جا که بروید با خود همراه داشته باشید و هر روز آن را بخوانید و رویایتان را مجسم کنید و با شور و حرارت و سراپا امید آن را به زبان بیاورید. همواره صبور باشید و هرگز کار را رها نکنید. شما می توانید بخشی از برنامه‌هایتان را تغییر دهید، اما همیشه باید بر روی هدفتان تمرکز کنید. بدانید که لحظه‌ای که هدفتان را بر روی کاغذ می نویسید، آن هدف شروع به شکل گیری می کند، گرچه ممکن است در همان لحظه آن را نبینید. قانون ارتعاش و جذب به کمکتان می آید. منابع و افراد برای کمک به شما در جهت رسیدن به هدف به سویتان جذب می شوند. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به نحوی و به حد نوشته تان را بخوانید و با آن ایمان پیدا کنید که گویی همکنون به آن رسیده اید. به هر حال این حق شما به عنوان یک انسان است که هر آرزویی که می خواهید داشته باشید. ما همه دولتمند زاده می شویم. و موضوع بعدی احترام و تشویق است در تیم سازی. گرچه من این عنوان را در فصل گذشته نیز مطرح کردم، اما مایلم دوباره راجع به آن توضیح بدم، زیرا فکر میکنم سلامت و رشد مجموعتان به آن بستگی دارد. شما باید برای بالادستیهایتان احترام قائل شوید. این امر بسیار مهم است، چرا که با آنها قدرت تأثیر و نفوذی میبخشد که در کمک و آموزش و انگیزه بخشی به مجموعه شما به کارشان میآید. اگر پایین دستیاتان برای آنها احترام قائل نشوند، بالا دستیها نمی توانند در کمک کردن به شما مؤثر باشند. بنابراین مهم است که همواره و بالا دستیها به خصوص در حضور پایین دستیهایتان احترام بگذارید. گرچه ممکن است در مورد برخی موضوعات با بالا دستیها اختلاف نظرهایی داشته باشید، اما هیچگاه از این رخدادهای منفی نزد پایین دستیهایتان چیزی نگویید. از اما مهمتر، هیچگاه از بالا دستیهایتان گله و شکایت نکنید. این مثلا نیز خیلی مهم است، زیرا شما پایین دسته هایتان را آموزش می دهید که مانند شما عمل کنند. همچنان که قبلا نیز خاطر نشان کردم، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، به اصطلاح هر آن چیزی را که کشت کنی درو می کنی. هموس میگه هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. شما باید زیر شاخه‌هایتان را همیشه تشویق کنید، حتی اگر معرف یک بسته صابون هستید. باید برای ورود پراسپکتتان به مجمع با وی تبریک بگویید. آدمی بدون آب و غذا زنده نمی‌ماند. هر روز باید به جسممان غذا برسانیم. به همین منوال باید خوراک ذهنمان را نیز از طریق تشویق و قدردانی فراهم کنیم. با وجود این، بیشتر ما هیچگاه بهره ای از خوراک تشویق و قدردانی نمی‌بریم. اگر بتوانید عطش پایین دسته هایتان را فرو بنشانید، مطمئنن موفق می شوید آنها را به سمت خود جذب کنید. اگر با هم تفاهم و سازگاری داشته باشید، می توانید تا ابد دوستان و همکاران خوبی برای هم باشید. برنامه ریزی و مدیریت زمان، عنوان بعدی که در این بخش بسیار همکاری می کنه، جناب آقای کویک میگه که شما باید برای هر هفته و برای تک تک روزهای هفته برنامه ریزی داشته باشید. برنامه ریزی را به عادت تبدیل کنید. به قول معروف کارهایتان را برنامه ریزی کنید و به برنامه تان عمل کنید. Plan your work and work your plan. جمله فوق‌العاده‌ای است که یادداشت کنید. برنامه شما باید شامل تهیه لیست، دعوت، تعیین قرار ملاقات، برنامه های آموزشی، معرفی کار، پیگیری و غیره باشد. همواره پیش از آغاز هر هفته برنامه آن هفته را تنظیم کنید.
برنامه روزانه را هر شب بیش از آغاز روز بعد آماده کنید. در پایان روز یا هفته بررسی کنید که چه کارهایی انجام داده اید. برنامه هایی را که عملی نکرده اید به روز بعد منتقل کنید و حتما آنها را اجرا کنید. همچنین باید به یاد داشته باشید که باید کارهایتان را اولویت بندی کنید. ابتدا کارهایی را که از اهمیت بیشتری برخوردارن انجام دهید و همیشه در پی پیشرفت در برنامه ریزی باشید. عنوان بعدی صفحه 131 کتاب رموز موفقیت در نتورک مارکتینگ از جناب آقای کویک میخوانیم که میگه با لیدرهایتان سازگاری داشته باشید. کار شما در نتورک مارکتینگ ساختن یک مجموعه بزرگ میباشد. زمانی که مجموعه کوچک باشد میتوانید حضوری فیزیکی داشته باشید و شخصا به افرادتان کمک کنید، اما زمانی که مجموعتان در حد مطلوبی رشد کند دیگر حضور شما در همه جا غیر ممکن میشود. درست مثل ارتش که ژنرال به کمک همه فرماندهانش نیاز دارد، در نتورک مارکتینگ نیز شما به کمک همه لیدرهای مجموعتان نیاز دارید. آنها با آموزش دیگران و انجام فرایند همانونسازی کمک میکنند و همین دلیل داشتن روابط خوب با آنها بسیار مهم است. آموزش و همانونسازی مطالب درست و بجا با آنها نیز حیاتی است. مرتباً با فرماندهان خود ملاقات‌های ترتیب دهید و درباره طرح‌هایتان و شیوه‌های پیشرفت در کار با آنها بحث و تبادل نظر کنید. این جلسات را با طراحی دقیق برگزار و موقعیت برد برد برای همه فراهم کنید. مرتباً با آنها یک سری ملاقات‌های غیر رسمی نیز مثلا به صرف غذا یا چای و قهوه داشته باشید. ویژگی‌های بنیادین برای آنکه در نتورک مارکتینگ موفق شوید. حالا عنوان بعدی است، ویژگی‌های بنیادین برای که در نتورک مارکتینگ موفق شوید. باید یک سری ویژگی‌های بنیادین را در خود پرورش دهید. با مجرد آنکه خودتان واجد این ویژگی‌ها شوید، باید آنها را به مجموعه‌تان نیز منتقل کنید. اینها در حقیقت همان پایه‌های موفقیت شما در نتورک مارکتینگ هستند. در هر تجارت نتورک مارکتینگ این ویژگی‌ها تعیین کننده موفقیت یا شکست شما می‌باشند. یک، شما باید مصرف کننده محصولات باشید. باید محصول شرکت خود را بشناسید، دوست داشته باشید و از آن استفاده کنید. دو، لیست افراد مورد نظرتان را بیشتر و بیشتر کنید. همواره لیست خود را گسترش دهید و افراد جدیدتری به آن اضافه کنید. سه، پشت سر هم و با برنامه کار را به دیگران معرفی کنید. رشد مجموعه شما بسته به تعداد جلسات معرفی کار است. سعی کنید با برنامه و سرعت بالا تعداد جلسات پرزنت را افزایش دهید. 4، در همه فعالیت‌ها شرکت کنید. شما باید در همه نشست‌ها، کارگاه‌ها، سمینارها و گردهمایی‌هایی که توسط بالادستی‌ها برگزار بشوند شرکت کنید. موفقیت شما بستگی به این دارد که چه تعداد از مجموعه شما در این گروه شرکت دارند. 5، روزانه زمان را بر رشد و کمال فردی اختصاص دهید. کتاب‌ها، نوارها و سی‌دی‌های بسیار خوبی برای رشد و کمال فردی در دسترس هستند. استفاده از این امکانات را به برنامه روزانیتان تبدیل کنید. بالادستی ها ممکن است پیشنهادهای خوبی داشته باشند. خود را با سیستم همراه و به لحاظ ذهنی پیشرفت کنید. گفته شده است که میزان موفقیت شما در نتورک مارکتینگ بستگی به پیشرفت و ارتقای ذهنی شما دارد. روزانه حداقل 15 دقیقه مطالعه کنید. هر وقت هم در حال رانندگی هستید و یا در ترافیک گیر افتادید نوار گوش کنید. 6، آموزش پذیر باشید. باید تمایل به یادگیری داشته باشید. نتورک مارکتینگ برای شما پدیده جدیدی است. بنابراین تا آنجا که می توانید از بالادستی هایتان اطلاعات کسب کنید، از بالادستی های موفق و سیستم موجود پیروی کنید و از خودتان شیوه جدید اختراع نکنید. 7، مسئولیت پذیر باشید. نتورک مارکتینگ تجارت است مبتنی بر روابط و اعتماد. شما باید مسئول موفقیت و شکست خود باشید. باید صادق و درستکار باشید. صادقانه هرچه در دلتان هست به زبان بیاورید. وقتی به پراسپکت یا پایین دستیتان قول می دهید، سر ساعت 8 بعد از ظهر او را ملاقات کنید. ابتدا مطمئن شوید که آیا می توانید به موقع سر قرار حاضر شوید یا نه. 8، مجمع را مورد بررسی و بازنگری قرار دهید. گرچه قبلا این مسئله را خاطر نشان کرده بودم، اما به علت اهمیتیان باز هم یادآوری می کنم. 9، از سیستم پیروی کنید. برای موفقیت باید مقلد محض باشید عزیزا. بالادستیاتون سیستم را آزمایش کرده و به کار گرفتند که مؤثر است. آنچه شما باید انجام دهید فقط پیروی از سیستم است.
تا به پایین دسته هایتان نیز منتقل شود. خب بیاین حالا یک سلسله بایدها و نبایدها را بخوانیم در این بخش. نتورک مارکتینگ تجارت بر مبنای رابطه و اعتماد است. اینها اصول مهمی هستند که میتوان با استفاده از آنها تجارت سالم و بلند مدت را بنا نهاد. بایدها: یک، با پایین دسته ها روابط خوبی داشته باشید. هر چقدر هم پایین دسته ها از شما فاصله داشته باشند، باز هم جز مجموعه شما هستند. دو، با پایین دسته هایتان آموزش دهید که مستقل شوند. هر چقدر آنها استقلال بیشتری داشته باشند، سریعتر رشد میکنند و کار شما راحتتر میشود. سه، همواره بعد از هر ملاقات قرار بعدی را مشخص کنید. این مسئله را هم در پیگیری و هم در خلال کار رعایت کنید. چهار، همواره مثبت عمل کنید و سخنان مثبت به زبان برانید. هیچگاه نزد پایین دسته هایتان از خود بیمیلی نشان ندهید. حتی اگر کارها به خوبی پیش نمی روند، از خود اشتیاق بروز دهید. پنج، با بالا دسته ها مشورت کنید. روابط خوب خود را با آنها ادامه دهید تا آنها به حمایت خود ادامه دهند. مرتب با آنها مشورت کنید تا حوزه های پیشرفت شما را بشناسند و در این تجارت به شما کمک کنند. پذیرای ایده های جدید و انتقادات باشید. این بود بایدها. حالا بیاین یک سلسله نبایدها را بخوانیم. نبایدها: یک، هیچگاه اجازه ندهید نکات منفی به پایین رسوخ کنند. نتورک مارکتینگ تجارت است مبتنی بر همانندسازی. پایین دسته هایتان متکی به حمایت و تشویق شما هستند. هیچگاه در مورد مسائل منفی با آنها حرف نزنید. پیش آنها از شرکت، بالا دسته ها، پایین دسته ها و غیره گله و شکایت نکنید. این کار مثل این میماند که آنها را مسموم کنید. وقتی نکات منفی به مجموعتان رسوخ کند، مثل ویروس منتشر می شود. مجموعتان بالاخره ضعیف و بعد متلاشی می شود. یک نتورک مارکتر قوی گفته است: اگر حالت گرفته شده، سراغ بالا دسته ها برو. اگر خیلی روبراهی، برو سراغ پایین دسته ها. انگلیسیش میشه: If you are down, go up. But if you are up, go down. نصیحت ارزشمند است. هیجان و سرخوشی را به پایین بده و افسردگی و عدم اشتیاق را به بالا. 3. هر چیز جدید را وارد سیستم نکنید. سیستمی که شما میفهمید، سیستمی که بالا دسته هایتان طراحی کردند، قبلا در برابر آزمون زمان موفق از آب در آمده است. سعی نکنید آن را تغییر دهید. قبل از هر گونه اقدامی برای وارد کردن چیز جدید در سیستم، حتما با لیدرهایتان مشورت کنید. 4. در مورد مزایای محصول، درآمد بالقوه شرکت و دیگر ویژگی های تجارتتان مبالغه نکنید. همواره و همه جا حقیقت را بگویید. اکنون شما برخی از راهکارهای مجمع سازی را در اختیار دارید که میتوانید از آنها برای موفقیت تجارت نتورک مارکتینگ خود استفاده کنید. تنها چیزی که میماند خود شما هستید. دو انتخاب پیش روی شماست. میتوانید ایده ها و اطلاعات این کتاب را جمع کنید و هیچ استفاده از آن نکنید. از طرفی میتوانید آنها را که مناسب تجارت شما هستند به کار ببندید. شما و فقط شما تصمیم گیرنده اید و البته تصمیمی که میگیرید ضامن موفقیت آینده تان است. فصل دهم کتاب رموز موفقیت در مورد نگرش، اعتقاد، تعهد و آرزو که همه لازمه موفقیت هم صحبت میکنه عزیزا. بحث های بسیار خوبی است این کتاب و واقعا همشون رمز و راز است که شما را به موفقیت میرسانه. حالا بیاین در مورد نگرش، اعتقاد و تعهد یک بار دیگر که لازمه موفقیت هم صحبت بکنیم. عزیزا، برای موفقیت در هر امر خطیر، خواه تجارت باشد، خواه هر چیز دیگری، اساس تعالی و پیشرفت اجزایی چون نگرش، اعتقاد، تعهد و میل شدید است. در این بخش سعی من بران خواهد بود که این عوامل تعیین کننده که درونی ان و نه بیرونی را مورد بررسی قرار دهم. اینها پیش نیازهای هر موفقیت هستند که ریشه در درون دارند و شما بر آنها نفوذ و کنترل دارید. در نهایت تصمیم با خود شماست. اگر بخواید در جهت رویاها و اهدافتان تغییر کنید، دیگه دست شماست. خدا باید تصمیم بگیرید. نگرش. ابتدا بیاین در مورد نگرش صحبت بکنیم. نگرش. درباره نگرش چیزهای زیادی شنیدیم. همونطوری که میدانیم موضوع نسبتاً گسترده است. قصدم در اینجا تمرکز بر روی چند نگرش حیاتی است که به منظور میل به موفقیت در تجارت نتورک مارکتینگ حتما باید واجد آنها باشید.
اولینش از ذهنیت مثبت. هر سکه دو رو دارد. در عالم طبیعت نیز همواره شاهد تقابل‌های دوگانه و وضعیت دو قطبی اجسام هستیم. هر جسم همیشه یک سمت چپ دارد و یک سمت راست. سرد و گرم، بالا و پایین، بر همین اساس در هر وضعیت و واقعه‌ای نیز یک بعد مثبت داریم و یک بعد منفی. ما تصمیم می‌گیریم که بر کدام یک تمرکز کنیم. اگر بر قسمت منفی مسئله تمرکز کنیم، ما نیز به تبع آن منفی رفتار خواهیم کرد. هیچگاه نتایج چنین رفتارهای مثبت نخواهد بود. از سوی اگر انتخابمان این باشد که بر روی طرف مثبت تمرکز کنیم، رفتارمان نیز به سمت مثبت گرایش پیدا خواهد کرد و عملکردمان منجر به نتایج مثبت خواهد شد. آگاهانه تصمیم بگیرید که به جنبه خوب و مثبت پدیده ها بنگرید. مطمئن باشید دوستان بیشتر پیدا میکنید، شادتر میشوید و به موفقیت های بزرگتری دست میابید. موفقیت ترکیبی است از آنچه میپسندیم، آنچه دوست نداریم. موفقیت موانعی و مشکلات خاص خود را به همراه دارد. این دو را نمیتوانید از هم جدا سازید. در آن واحد باید هر دو را داشته باشید. به همین دلیل آنها که نسبت به این مسئله آگاهی ندارند و دنبال رسیدن به موفقیت بدون برخورد با هیچ گونه مانعی یا صد هستند، در زندگی به هیچ چیز نمیرسند و موفقیت قابل توجهی نیست کسب نمیکنند. بخش بعدی یا دوم اصطلاح قدرشناسی است. به خاطر آنچه دارید شاکر باشید. با این نگرش حتی اگر فقط $10 هم درآمد کسب کنید، باز هم شکرگزار خواهید بود. از بالاسری ها به خاطر حمایتشان قدردانی کنید. همچنین قدرشناس پایین دستی هایتان به خاطر حضورشان در گروه شما باشید. اگر این گونه باشید، همواره شاد هستید و چیزهای خوب به سمت شما جذب می شوند. بخش بعدی که نقش دارد تواضع. در برابر همه کس، صرف نظر از موقعیت یا شأنی که دارند، متواضع باشید. ما همگی در نتورک مارکتینگ با هم برابریم. با نگرش فروتنانه تفاهمی بیشتری با همکاران خود خواهید داشت. نگذارید موفقیت مغرورتان سازد. اگر به موفقیت رسیده اید، به خود نبالید و دیگران را تحقیر نکنید. در عوض آنها را تشویق و تهییج کنید تا با موفقیت مانند موفقیت شما برسند. هرچی از این دست بدهید، از آن دست هم پس میگیرید. پس بهتر از همواره بخشنده باشید تا اینکه فقط دریافت کننده. بخش بعدی که نقش داره آموزش پذیری سازا. پذیرای ایده های جدید باشید و همیشه میل به آموختن را در خود حفظ کنید. نتورک مارکتینگ تجارت جدیدی است. بر هر قدر که می توانید راجع به آن اطلاعات کسب بکنید، نباید شما تجربیات دیگران را تکرار کنید. فقط و فقط پیرو و مقلد محض کسانی باشید که تا با اکنون موفق بودند. وقتتان را بر روی پیشرفت شخصیتان بگذارید و مطالعه کتابای خوب و شرکت در سمینارها همت کنید تا به شخص بدتری تبدیل شوید. ریک راک مؤسس مکدونالد در جایی گفته است اگر نارس باشید، امکان رشد و رسیدن برایتان وجود دارد، اما اگر رسیده اید، فاسد می شوید و بر زمین می افتید. بنابراین دوست من، همچون میوه نارس باش و با آموختن ادامه بده تا رشد کنی و برسی. و بخش بعدی کار گروهی. نتورک مارکتینگ ساختن گروه های موفق است. بخشی از گروهتان باشید، با یکدیگر کار کنید و با بالا دستی هایتان و پایین دستی هایتان همکاری کنید. هر یک از ما اهداف خاص خود را داریم، اما اگر به عنوان یک گروه همه با هم کار کنیم، برایند انرژی ما موفقیت همه را تضمین می کند. اعتقاد. افراد موفق از نظام اعتقادی قدرتمندی برخوردارند. آنها به کاری که انجام می دهند اعتقاد دارند. در نتیجه از آن لذت هم می برند و به نتایج درخشانی نیز می رسند. در نتورک مارکتینگ باورهای خاصی وجود دارند که باید به منظور موفق شدن واجد آنها باشید. خب چیها را باید بالش اعتقاد بکنین؟ اول شرکت. آیا به شرکتی که معرفی آن هستید اعتقاد دارید؟ پاسخ به این سوال باید 100% مثبت باشد. اگر به شرکتتان کاملا اعتقاد ندارید، قادر نخواهید بود دیگران را متقاعد سازید و هرگز به موفقیت دلخواهتان نمی رسید. دو، محصول. آیا مصرف کننده محصولی که معرفی می کنید هم هستید؟ اگر از محصول شرکت استفاده نمی کنید، این نشان می دهد که چندان اعتقاد به آن ندارید. در مرحله از کار، پراسپکت ها یا پایین دستی هایتان از شما درباره استفاده از محصول می پرسند. مردم راحت متوجه می شوند که راست می گویید یا دروغ. از محصولات شرکت استفاده کنید و با آن اعتقاد داشته باشید تا برای افراد مجموعیتان هم همانان سازی شود و در تجارتتان موفق شوید. 3. طرح بازپرداخت.
شرکتی که با آن همکاری میکنید طرح بازپرداخت خاص خود را دارد. اطمینان حاصل کنید که طرح بازپرداخت شرکت خود را به طور کامل فهمیده اید. فقط زمانی که دقیقا میدانید این طرح چگونه عمل میکند به اعتقاد کامل میرسید. شما باید باور داشته باشید که بهترین طرح بازپرداخت را دارید. اگر شما اعتقادی به طرح بازپرداخت نداشته باشید، نمیتوانید دیگران را متقاعد سازید که به شما بپیوندند. دنبال شرکتی بگردید که به طرح بازپرداخت اعتماد و اعتقاد کامل داشته باشید. نتورک مارکتینگ تجارت بلند مدت است و به نفع شما و پایین دستیتان نیست که به ارتقای چیزی کمک کنید که سر سوزن با آن اعتقاد ندارید. 4. بالا سری ها و پایین دستی ها. همون گونه که قبلا گفتم، نتورک مارکتینگ تجارت است بر مبنای کار گروهی. بنابراین باید با بالا سری ها و پایین دستی ها همکاری کنید. تنها راه رسیدن و کار گروهی خوب و بهره‌مند شدن از تأثیر اهرم اعتماد و اعتقاد به همدیگر است. مطمئن شوید که به دیگران اعتقاد دارید. با این حال من به این جمله ایمان دارم که به دیگران اعتقاد داشته باش اما منتظر کسی نمان. اگر افراد مجموعتان تعهد لازم برای شروع کار را ندارند، وقتتان را برای حرکت در آوردن آنها تلف نکنید. در عوض به کمک کسانی بشتابید که تعهد بیشتری از خود نشان می‌دهند. البته با بقیه نیز روابط خوب خود را ادامه دهید تا در آینده به پیگیری آنها بپردازید. 5. صنعت نتورک مارکتینگ. آیا به این باور رسیده اید که صنعت نتورک مارکتینگ یکی از بهترین فرصت‌ها برای رسیدن به درآمد مرکب و انفعالی است؟ آیا اعتقاد دارید که نتورک مارکتینگ بهترین الگوی تجاری است؟ اگر کاملا به این تجارت اعتقاد داشته باشید، آن را جدی بگیرید، قطعا موفق خواهید شد. 6. خودتان. شاید احمقانه به نظر برسد، اما خیلی ها به پایان زندگیشان میرسن بیان که به خود باوری رسیده باشن. آنها مداوم دیگران را تحسین میکنن و اغلب درباره دیگران چنین جملاتی به زبان میآورن: او خوشبخته، آدم های بدرد بخوری دور و برش هستن، زن خوبی داره، همسایه های نازی داره و و و. آیا میدانستید بیشتر مردم حتی به تصمیمات خودشان نیز اعتماد ندارن؟ در حقیقت اکثر مردم خودشان تصمیم نمیگیرن. تصمیمات آنها تحت سیطره و نفوذ دیگران و شرایط پیرامون آنهاست. به عنوان مثال، اگر آنها در ابتدا تصمیم به خرید یک ماشین فورد جدید بگیرن و بعد دوستانشان را ببینن و از زبان آنها بشنوند که فورد ماشین مطمئنی نیست، مثلا تویوتا بهتر از حدس میزنه، چه اتفاقی میافتد؟ احتمالا آنها به جای فورد یک تویوتا میخرن. آخه چه کسی برای آنها تصمیم گرفته است؟ در مورد کار خودمان، شما ذهن آنها را متوجه نتورک مارکتینگ کرده اید، زیرا برایشان رویای بزرگتری ترسیم کرده اید. بعد دوستانشان را میبینند، دوستانی که هیچ اطلاعاتی درباره صنعت NM ندارند و با پراسپکت های شما میگن که این تجارت دستی بیش نیست و پرداختن با آن اتلاف عمر است. اگر اعتقاد آنها راسخ نباشد، به چه کسی اعتماد میکنند و به نظر خود، به نظرتان چه تصمیمی میگیرند؟ آره، آنها به دوستان جزمندش خود اعتقاد بیشتری دارند و احتمالاً این تجارت را رها میکنند. امیدوارم توانسته باشم اهمیت داشتن یک باور راستین را برایتان روشن سازم. خلاصه این که اگر به خودتان باور نداشته باشید، چه دلیلی وجود دارد که دیگران به شما اعتقاد پیدا کنند؟ ما همه مثل هم به دنیا آمده ایم. تنها تفاوت ما در چیزی است که با آن دست می‌یابیم. به خودتان ایمان بیاورید، چرا که معجزه در درون شماست. ای بود این بخش تا صفحه 114 این کتاب و بخش تعهد ادامه صفحه 114 را فردا با هم میخوانیم. این بود پایان قسمت این کتاب. تا فردا دوباره با هم قسمت پایانی و آخری کتاب با هم مطالعه میکنیم. شما را به خداوند میسپارم. موفق و سرفراز باشید. خدا نگهدار.